به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی، مخاطبین محترم مجموعه وزینه ویژنتو. محمود رضا بهشتی هستم. نهمین جلسه از سلسله مباحث مربوط به آشنایی با اصول تفکر استراتژیک رو در خدمتتون هستم و در جلسه آینده که جلسه دهم هست این سلسله مباحث رو به پایان میبریم. هدف من بیشتر آشنایی دوستان با مفاهیم، اصول و مبانی تفکر استراتژیک بود. قطعاً تکنیک‌هاش، روش‌هاش و مفاهیم گسترده‌تری که داره خیلی حرف بیشتری داره برای گفتن، خیلی جای تأمل و جای کار بیشتری داره که فرصت به ما این اجازه رو نمیده و امیدوارم انشاءالله در یک دوره بشه اونها رو هم به شرح بیشتری خدمتون ارائه کنم و توضیح بدم. طبق روال گذشته یک خلاصه خیلی کوتاه از مبحث جلسه پیش که مختص قضیه خلاقیت و نوآوری بود برای یادآوری خدمتون میگم. اگر یادتون بیاد گفتم که دو پایه اساسی تفکر استراتژیک، یکی یادگیری از محیط هست و دیگری خلاقیت، و اینکه خلاقیت اصل موضوعی که در موردش صحبت کردیم اینه که خلاقیت و نوآوری که ما امروز در عصر نوآوری به سر میبریم و خیلی خیلی اهمیتش زیاده، اکتسابی است و یاد گرفتنی است و این خبر خوبیه. یعنی ارتباط مستقیمی با هوش و استعداد و نبوغ نداره و کاملا یک امر اکتسابی و یاد گرفتنی است. روش ها و متدولوژی های مختلفی وجود داره. توضیح دادم که مشهورترین متدولوژی که در این زمینه وجود داره و همچنان هم بر روش داره کار میشه، متدولوژی مشهور تریز آقای گینریش آلتشولر هستش که ایشون چیزی حدود 48 سال از عمر خودش رو برای توسعه و معرفی این متدولوژی گذاشت. چیزی بالغ بر 20 هزار اختراع زمان خودش رو بررسی کرد و از توش توانست اصولی رو در بیاره که هر کدوم از اون اصول بسیار مهم هستن و خیلی کارگشا هستن. نتیجه کارشون به طور خیلی خیلی کلی در دو قسمت تقسیم بندی می شد. یکی ارائه یک روش و راهکار برای تعریف و حل هر مسئله ای که مختصشون هستش و ابزارهای خاص خودشو داره، مثل ماتریس تضادها و غیره، و یکی هم 40 اصل اساسی تریز که ایشون این 40 اصل رو استخراج کرده و در کلاسایی که حالا صرفا جهت آموزش بحث تریز برگزار میشه این 40 اصل هم آموزش داده میشه که حالا الان اینجا جاش نیست ولی بسیار جذاب هست و بسیار جالب. این بحث جلسه گذاشتم. این جلسه رو اسمش رو گذاشتم کشف فرصت‌های جدید اساس نوآوری. اینکه چرا این دو پایه اساسی یادگیری و نوآوری تعریف شدن به عنوان پایه‌های اساسی بحث تفکر استراتژیک رو گفتم که مربوط به عصر نوآوری میشه و چیزهای مختلف، ولی اینکه چگونه این اتفاق میفته، یعنی چگونه نوآوری به ما کمک میکنه که ما کلیدی ترین بحث تفکر استراتژیک رو که امروز خدمتتون میگم و بهش برسیم و ازش استفاده بکنیم، این بحث جلسه امروز ما هستش. من قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم خیلی سریع سعی میکنم با یک مثال خیلی معروف و جالب بحث رو شروع بکنم و بعد ادامش بدم و نکته اصلی رو خدمتتون بگم. در زمانی که شرکت‌های مختلف هواپیمایی در دنیا و به خصوص در امریکا حضور داشتند، یک شرکت هواپیمایی جدید با یک ایده کاملا جدید وارد شد، یک فرصت کشف نشده رو پیدا کرد و به یک نیاز پاسخ داده نشده پاسخ داد. این شرکت شرکتی نبود جز شرکت ساوت‌وست. ساوت‌وست با این ایده اومد که آیا می شود پروازهایی رو طراحی کرد که به مسافران امکان سفر هوایی با قیمتهای خیلی پایین تر داده بشه، و این مبدأ پیدایش پروازهای ارزانی شد که بعدا در شکلهای مختلفش در جای دیگه دنیا هم استفاده شد. ولی همچنان این شرکت طلایه دارش هست و به جرئت میشه گفتش که همچنان این شرکت با قوت خیلی بیشتر از بقیه داره جلو میره. ایده پشت این قضیه این بود که اگر بتوانیم با کاهش تعدادی از هزینه هایی که می شود آنها را هزینه های اضافی حساب کرد و با فراهم کردن یک شرایط خاص قیمت پرواز رو پایین بیاریم، میزان فروش بلیت بالا میره و مشتریان خیلی بیشتری جذب میکنیم. لذا شعار این شرکت این بود با ما پرواز کنید کمی گرانتر از اتوبوس.
چه کار کردن که تونستن به اینجا برسن. یکی از کارهایی که انجام شد این بودش که این شرکت اومدش تمام هواپیماش از یک مدل خریدش. خب در نگهداری این، در آموزش خلبانانش، در قطعات یدکیش، در تمام اینها یک صرفه‌جویی خیلی زیاد میشد که اینا خیلی کیس جالبیه. من نمیخوام الان خیلی به جزء واردش بشم، خیلی کلی عرض میکنم. اعلام کرد که ما در پروازهامون فقط مسیرهای حد اکثر یک ساعت و نیمه داریم. خب خوبی این بود که به خاطر پروازهای طولانی احتیاجی نبود از هواپیمای بزرگ استفاده کنه، احتیاجی نبود که لزوماً توی این پروازها سرویس داشته باشه به عنوان سرویس کیترینگ که بخواد پذیرایی داشته باشه. پروازها پذیرایی نداشت چون کسی در یک ساعت یک ساعت و نیم پرواز حالا مشکلی براش پیش نمی اومد، بار قبول نمی کرد و بعدن که یک اصلاحی درش انجام شدش با هزینه خاصی بار رو قبول می کردش. بنابراین اصلا این پرواز بار قبول نمی کرد. علتش هم این بود که اصولا در امریکا پروازهای کوتاه مدت یک ساعت یک ساعت و نیم پروازهای کاری هست، پروازهایی هستش که اقامت کمی برای مسافر داره و اصولا مسافرها بار ندارن یا یک بار خیلی جزئی دستی داره. اعلام کردش که ما به هیچ عنوان طبق روش سنتی فروش بلیت از طریق آژانس ها بلیت هواپیمامون رو نمیفروشیم و همه از طریق اینترنت بخرن. این باعث شد که 9% هزینه که به طور متوسط آژانس های هواپیمایی میگیرن کاهش پیدا بکنه. از فرودگاه های اصلی شهرها استفاده نکرد، با فرودگاه های متفرقه شهرها که خیلی کوچکتر بودن و هزینه های خیلی کمتری داشتن قرار داد. بس مجموع این کارها را اگه یکی یکی بهش نگاه بکنیم میبینیم چقدر هزینه هاشو پایین آورد و واقعا توانست یک انقلابی در این صنعت به وجود بیاره. پروازهای بسیار زیاد با قیمت های پایین و سودآور، به طوری که بعد از قضیه 11 سپتامبر سال 2001 که به دلیل اتفاقی که افتاد بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی دنیا و در امریکا یا ورشکست شدند یا با ضررهای خیلی سنگین روبرو شدند، تقریبا تنها شرکت هواپیمایی که ضرر ده نبود همین شرکت بود. پس ایده بسیار جالبی بود، فرصت بسیار جالبی رو کشف کرده بودن و به قشنگی هم بهش پاسخ داده بودن. خب این فرصت، این نیاز آیا قبلا نبود؟ چرا بوده، ولی کسی به فکرش نرسیده بوده که میشه یک همچین کاری کردش و میشه خارج از روال با یک نوآوری، با یک خلاقیت، یک سرویس جدید، یک خدمت جدید یا یک محصول جدید رو ارائه کرد. این مثال رو در جلسه آینده که میخوام مبحث رو کامل کنم با مثال شرکت هواپیمایی پوگو با یک ایده دیگه کامل ترش خواهم کرد، ولی فکر میکنم کاملا مشخص شد که منظور از این کیسی که خدمتتون عرض کردم چی هستش. اینکه اگر ما بتوانیم درست از نوآوری و خلاقیتمون، یعنی درست بتوانیم از خلاقیتمون استفاده کنیم و نوآوری درستی داشته باشیم، کاری که این هواپیمایی کرد اینجاست که یک فرصت ناب طلایی به دست میآید که منحصر به ما هستش و میتونیم ازش خیلی خیلی بیشتر از فرصت‌های دیگه‌ای که دست همه هست استفاده بکنیم. لذا میخوام خدمتتون اینو بگم، کلیدی ترین بحث در تفکر استراتژیک استفاده از فرصت است. کسانی که زودتر از دیگران فرصتها رو و نیازهای نهفته و کشف نشده رو کشف میکنن و بهتر از دیگران به اون پاسخ میدن، اینا برنده ها هستن. بنابراین تفکر استراتژیک بر اساس این معیار بنا گذاشته شده که ما چگونه میتوانیم در این بازار فوق رقابتی امروز دنیا فرصت‌های بهتر و فرصت‌های نابتر و جدیدتری رو کشف کنیم با خلاقیت و به اونها پاسخ بدیم. خب کاملا مشخصه که یک ذهن بسیار خلاق که آموزش دیده باشه، یعنی اصول و مبانی اون تفکر استراتژیک رو یاد گرفته باشه، اون ذهن ذهنی هستش که میتونه امثال این موضوعی که خدمتتون گفتم، مثالی که زدم، یا خیلی چیزهای دیگه که اگر ما به دور و برمون نگاه بکنیم تمام شرکت هایی که یا سازمان هایی که تونستن یک محصول، یک خدمت بسیار جدید رو بیارن و سودهای آنچنانی ببرن و طبق اون جمله‌ای که در بحث پارادایم ها مطرح میشه راه 100 ساله رو یک شبه برن، وقتی بهشون نگاه بکنید میبینید که اینها همون کسانی هستن که برای اولین بار یک نیاز پاسخ داده نشده رو پاسخ دادن و یک فرصت جدید رو کشف کردن. از شرکت های خیلی بزرگ مثل آمازون، مایکروسافت، گوگل، شرکت هایی که عمدتاً در سالهای اخیر خیلی رشد کردن و به صورت افسانه‌ای
بزرگ شدن و عمدتا هم در حوزه آیتی بودن، شما بگیرید تا شرکت های دیگه ای که با ایده های ناب وارد شدن و تونستن عرض کردم راه 100 ساله رو یک شبه برن. پس همه تفکر استراتژیک بر اساس این کلیدی ترین نکته ای که خدمتون گفتم، کشف فرصت ها. فرصت ها جوهره استراتژی هستند. یعنی ما در استراتژی که برای هر سازمان و هر کسب و کاری باید تعیین بکنیم که گفتم بسیار بسیار مهمه، قلب کسب و کار هست استراتژی، 6 المان اصلی رو باید پیاده سازی کنیم که الان فرصته که بخوام اون رو توضیح بدم نیست، ولی میخوام عرض کنم که یکی از اون المان ها که اتفاقا مهمترینش به نوعی میتونه باشه که اسمشو گذاشتن جوهره یا درون مایه استراتژی، بحث فرصت هاست. همه چی بر اساس فرصت هایی که ما کشف میکنیم و نوع جوابی که به اون فرصت ها میدیم پایه‌ریزی شده. هر چقدر ما قدرت تشخیص این فرصت ها رو در خودمون بتونیم بیشتر بکنیم، در سازمانمون بیشتر بکنیم که بتوانیم زودتر از دیگران فرصت رو تشخیص بدیم، کشف کنیم و بهش پاسخ بدیم، جلوتر خواهیم بود. خب اگر فرصت جوهره و درون مایه استراتژی است و استراتژی قلب کسب و کار هست و کلید اصلی تفکر استراتژیک هم بر اساس کشف فرصت بنا نهاده شده، خب مشخص هستش که بحث خلاقیت و نوآوری که به عنوان یکی از دو پایه تفکر استراتژیک ازش نام بردیم به چه دلیل اینقدر اهمیت داره و کجا هست که به صورت عملی میتواند به ما کمک کنه. پس هر آنچه که بتوانیم به وسیله روش‌ها و متدولوژی‌هایی مثل تریز و غیره در جهت پرورش و رشد خلاقیت و قدرت نوآوری خودمون، مدیران، سازمان و شرکت خرج بکنیم و ایجاد بکنیم، این خلاقیت و نوآوری میتواند نهایتاً ما را به سمت کشف فرصت‌های ناب پیش ببرد و همین فرصت‌های ناب و روش پاسخ دادن بهتر از دیگران به این فرصت هاست که میتواند برای ما سودهای هنگفت به دست بیاره. لذا اگر ما کشف فرصت ها رو هدف اصلی تفکر استراتژیک بدونیم و فرصت ها رو درون مایه و جوهره اصلی استراتژی بدونیم، میبینیم که نقطه اتصال این دو به هم به عنوان یک ابزار بحث خلاقیت و نوآوری هستش و منافع اصلی یک نوآوری مال کسیه که نیازهای نهفته در اون فرصت رو زودتر از دیگران پیدا بکنه و بهتر از دیگران، بهتر از رقبا پاسخ بده. این بحث خیلی ارتباط پیدا میکنه به بحث پارادایم ها. به طور خیلی خیلی خلاصه عرض میکنم که منشأ پیدایش فرصت ها در دل استراتژی پارادایم ها هستند و هر چقدر ما بتوانیم پارادایم ها رو بهتر و بیشتر باشون آشنا باشیم و تغییرات پارادایمی رو بشناسیم و از اونها استفاده کنیم و بتوانیم وارد پارادایم های جدید بشیم، احتمال کشف فرصت ها رو برای ما بیشتر خواهد کرد. در جلسه آینده امیدوارم که یک مقدار دیگه توضیحاتی رو در این زمینه بدم که بازتر بشه و بتوانیم مبحثمون رو به پایان ببریم. خیلی ممنون، روزتون خوش.